فاطمه حقیقت پژوه 25 نوامبر سال 2008 علی‌رغم اعتراضات گسترده بین المللی علیه حکم اعدام فاطمه اعدام شد. فرزندانش زهرا و فرزینه این فاجعه بزرگ رو دیدند و من هم از طریق تلفن در جریان قرار گرفتم که چگونه در مقابل زندان اوین 100 نفر تجمع کرده بودند همون شب و جمهوری اسلامی 10 نفر رو اعدام کرد. یکی از اعدام شده ها فاطمه حقیقت پژوه مادر زهرا و فرزینه بود. الان زهرا نامه نوشته خطاب به سجاد و سعیده و از مردم دنیا خواسته کمک کنند که سکینه محمدی آشتیانی اعدام نشه. این نامه رو با صدای خود زهرا گوش میکن. به یاد فریاد پاک آنان که با بی‌عدالتی با تنابی به نام اسلام در گلو خفه شدند. سلام ای آشنا، من رهاورد بیدادگری های بیعدالتی ایرانم. هیچ میدانی؟ آنجا که زندگی همراه یک طوفان به بلندای آسمان میرود و چون ریگهای روان به همه جا مینشیند. اینجا در سینم عشق به زندگی پرنده اسیری است در تنگترین و سوزناکترین قفس مرگ. اینجا زندگی بیمار است. اینجا زندگی بیمار است و بدون هیچ پرستاری در بستر زج با تازیانه های قضاق ناعادل مسلمان ایرانی جان می دهد و در همه جای این کشور پهناور جای خالی امید پیداست. به کجا می توان گریخ؟ به کجا؟ سلام سعید و سجاد نازنینم. من زهرا دختر فاطمه حقیقت پژوه هستم. شاید اسم مادرم را شنیده باشید. من با شما همدرد و غمخوارم. با این تفاوت که من 10 سال است که این درد را بر کول سینه می کشم. نازنینانم، من با فریاد جانگداز همه زندانیان زیر قصاص گریستم و خواهم گریست. تا زمانی که در ایران کسی اعدام شود خواهم گریست. من دورادور شما و مادرتان را که همچون من و مادر پاکم اسیر چنگال عادلان بی عدالت ایران شده این می شناسم و هر روز آرزوی شنیدن عفو و رهایی سکینه و همه زندانیان زیر قصاص را دارم. عزیزانم، می دانم چه روزهای پرتشویشی را پشت سر می گذارید. من با شما هم دردم. من تا ابد، تا زمانی که زنده ام، با قصاصیان و فرزندان پاک و بیگناهشان هم دردم و می دانم که آرزوی آزادی برای آنها در جامعه ما خیالی بس واهی است. اما باز برای همه سکینه ها، کبراها، فاطمه ها و شهله ها آرزوی آزادی دارم. زمانی که به یاد تناب سخت و سخت برگردن مادرم می افتم برای همه مادران در بند آرزوی آزادی دارم. عزیزانم، امیدوارم در این مدت کوتاه که برای نجات مادرتان باقی مانده با فریاد انسانهای آزادی خواه و با کمک آنها مادرتان رهایی یابد. من و شما دردی دستگینه داریم که حتی کویر بیکران ایران تا به تحملش را ندارد. کاش میشد با هم بگیدیم و به جایی رویم که نیش مردمان ناعادل این سرزمین را نبینیم، که وجود کثیفشان ایران زیبای ما را در افکار همه جهانیان سیاه و بد کرده. عزیزانم، دوست ندارم حرفهای دلتنگم را بشنوید و بیش از این آزاده خاطر شوید. دوست ندارم عشقهای تنهاییم را ببینید و کشمانتان که از زمان گرفتاری مادرتان همیشه بارانی تر کنم. در کنارتان نیستم تا خواهران دلداریتان دهم، ولی بدانید هنوز هم ستاره‌ای در آسمان هست که برای وجود زیبای سکینه عزیز ما چشمت بزند. شهر خاموش دل من با آزادی و زندگی دوباره مادرتان در کنار شما پرآوازه می شود. امیدوارم هیچگاه فاصله ها نتوانند سلسله های جدایی را جشن بگیرند. فریاد من و شما بدون هیچ پشتوانه و همصدایی به جایی نمی رسد. اما بدانید که با بی‌عدالتی هیچ چیز هیچ کس به جایی نخواهد رسید. یک سال و اندی از سرکشیدن مادر بیگناه هم می گذارد و پس از مادرم دلارام ها و بهنود ها و چند زن دیگر نیز به آسمان آزادی پرکشیدن.
اما این بار عاجزانه از همه کسانی که صدای زهره ها، سجاد ها و سعیده ها را می شنوند خواهش می کنم به یاری دل کوچک و دردمند و دستان نحیف ما که در این زندان فراسر بی عدالتی دستانشان به جایی نمی رسد به شکابی. بیایید نگذاریم سعیده و سجاد مثل من و خواهرم غم بیمادری را تا ابد در سینه داشته باشم. گناه شاخ شکستن گناه طوفان است و بس. تو نسیم باش، نوازش کن و حیات ببخش.